جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. کریسمس امسال گرد همایی ایرانیان در سه هتل افسانه‌ای لاس وگاس از 22 تا 25 دسامبر، 4 روز و 3 شب اقامت در هتل و شرکت در آخرین کنسرت شهرام شب‌پره. در سالن بی همتای کالیسیوم سیزرز پالیس، 3 پکیج با قیمت‌های استثنایی برای هر نفر فقط از 109 دلار. برای دریافت این اوکازیون‌های استثنایی فقط تا 26 نوامبر فرصت دارید. تلفن رزرو پکیج 877-742-47-26 و یا وبسایت persiantix.com. در دنیای پیشرفته امروزه نگران چه هستید؟ نوارهای ویدیویی خود مطلقاً نگران نباشید. نما استودیو با قیمت مناسب کلیه نوارهای صدا و تصویری شما را به صورت دیجیتال بر روی هارد درایو یا فلاش درایو برده تا در تلفن همراه و کامپیوتر به راحتی تماشا کنید. نوارهای چون VHS Hi8 Mini DVD DVCAM BetaCAM 3/4 و نوارهای صدا و صفحات گرمافون. نما استودیو مرکزی پیشرفته و مورد اطمینان با بیش از 40 سال سابقه در ایران، اروپا و آمریکا. 818-705-2011. نما استودیو، کلینیک برای نوارهای صدا و تصویری. اخبار اقتصادی ایران و جهان. بنا به آخرین گزارش، با پرداخت 79 دلار در سال و دریافت یک شماره تلفن مخصوص از هر نقطه ایران می توانید مستقیما نامحدود بدون گرفتن پیش شماره با کشورهای آمریکا، کانادا و اروپا تماس تلفنی برقرار کنید. برای اطلاع از جزئیات این خبر می توانید در آمریکا با تلفن 1-800-267-1350 و در اروپا با کاستومر سرویس ما در انگلستان 0203-608-4800 Magic Till تماس حاصل نمایید. Magic Till، یکی از معتبرترین مراکز ارتباط تلفنی در جهان. Magic Till. همینان عزیز، سلام عرض کردم شما که در سراسر کالیفرنیا هر جایی که زندگی میکنید، برای اخذ وام منزل، آپارتمان و تجاری به ما زنگ بزنید. ما اگر حتی اگر شما جاهای دیگه هم قبولتون نکردن، ما سعی میکنیم شما رو اوکی بکنیم. زنگ بزنید، در خدمتتون هستیم. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. We'll be right back.
درود به شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز دوشنبه 27 نوامبر 2023 میلادی برابر است با ششم آذر ماه سال 1402 خورشیدی. سخنگوی وزارت خارجه قطر عصر دوشنبه اعلام کرد که اسرائیل و گروه افراطی حماس با تمدید آتش بس به مدت 2 روز دیگر موافقت کردند. آتش بس بین طرفین از روز سوم آذر ماه برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی و همزمان ارسال کمک‌های بشردوستانه بیشتر به نوار غزه در جریان است. مهلت این آتش بس دوشنبه شب به پایان می‌رسید. اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که به ازای آزادی هر 10 اسرائیلی از توی حماس، آتش بس هر 1 روز تمدید می‌شود. حماس هم از دوشنبه اعلام کرد که با قطر و مصر به توافق رسیده تا آتش بس با طرف اسرائیلی 2 روز دیگر و تحت همان شرایط آتش بس فعلی تمدید شود. قطر و مصر از میانجیگرهای اصلی جنگ در نوار غزه هستند که از روز 15 مهر ماه به دنبال حمله گسترده شبه نظامیان گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی آغاز شد و تا روز سوم آذر ماه که آتش بس اولیه برقرار شد ادامه داشت. در این جنگ دست کم 1200 اسرائیلی کشته و 240 تن هم از سوی حماس رو بوده و به نوار غزه برده شدند. وزارت بهداشت نوار غزه که تحت کنترل حماس است هم گفته است که 15,000 فلسطینی بر اثر بمباران‌ها و حملات اسرائیل به این باری که کشته شدند. گزارش ها حاکی است که در 3 روز اول آتش بس 39 اسرائیلی در مقابل 117 زندانی فلسطینی آزاد شدند. شبه نظامیان فلسطینی همچنین در این دوره 17 تایلندی، 1 فیلیپینی و 1 تبعه اسرائیلی روس را آزاد کردند. اسرائیل بر اساس توافق آتش بس همچنین اجازه داده تا تدارکات و سوخت بیشتری به نوار غزه ارسال شود. در خبری کوتاه، بازنشستگان مخابرات امروز دوشنبه ششم آذر ماه نیز مانند دوشنبه های ماه های اخیر در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و تحقق نیافتن خواسته هایشان مقابل اداره های مخابرات چند شهر ایران تجمع کردند. بازنشستگان مخابرات در تبریز، سنندج، اصفهان، زنجان، تهران، کرمانشاه، شیراز، رشت، اهواز و بندرعباس با سردادان شعارهایی تجمع کردند. بنیاد نوبل روز دوشنبه ششم آذر ماه اعلام کرد که فرزندان نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح امسال در مراسمی که در ماه دسامبر در اسلو برگزار می شود به جای مادرشان حضور خواهند داشت. بر اساس این خبر، کیانا و علی رحمانی از طرف مادرشان که اکنون در زندان اوین به سر می‌برد، این جایزه را دریافت خواهند کرد. کمیته نوبل نروژ گفته است که دختر و پسر این فعال حقوق بشر که هر دو 17 ساله هستند، بعد از مراسم اهدای این جایزه از طرف مادرشان سخنرانی خواهند کرد. سازمان عفو بین الملل نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع ایوب کریمی زندانی عقیدتی کرد اهل سنت هشدار داد و نوشت جامعه جهانی باید از مقامات جمهوری اسلامی بخواهد تا هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام او را متوقف کرده و محکومیت و مجازات او را لغو کنند. روز یک شنبه 5 آذر ماه مسئولان زندان قزلحصار کرج به همبندی‌های ایوب کریمی زندانی عقیدتی کرد اهل سنت گفتند که او سحرگاه دوشنبه ششم آذر ماه در این زندان اعدام خواهد شد. شماری از همبندیان پیشین کریمی و دیگر زندانیان عقیدتی کرد در زندان رجای شهر در بیانیه‌ای نوشتند: دلمان پر از درد و جگرمان خون است. اگر اجنبی هم بودند، باز هم روا نبود با آنها چنین کنند. برادران زندانی عقیدتی اهل سنت کرد ما صدایشان به جایی نمی رسد. آنها را پیش چشم هم و به نوبت می خواهند بردار کنند. کریمی که از حدود 14 سال پیش زیر سایه حکم اعدام در زندان بوده، روز یک شنبه 28 آبان ماه برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود. در این بیانیه سکوت در مقابل این جنایت شرم‌آور محکوم و از همه درخواست شده صدای ایوب کریمی و هم پرونده‌های او باشند. حسین رونقی کنشگر سیاسی و مدنی روز یک شنبه 5 آذر ماه در پی اظهاراتش درباره مرگ آرمیتا گراوند در شبکه‌های اجتماعی تفهیم اتهام و با قرار کفالت آزاد شد.
رونقی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس گفت وزارت اطلاعات در خصوص این اظهارات ورود کرده و آن را مصداق انتشار کذب و تبلیغ علیه نظام دانسته است. این فعال سیاسی در ادامه گفته است که در دادسرای وین اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش از خانه عمومی به او تفهیم و فارغ از دو وثیقه قبلی با قرار کفالت تا زمان رسیدگی در دادگاه آزاد شده است. حسین رونقی ششم آبان ماه امسال بعد از جان باختن آرمیتا گراوند در حساب خود در شبکه ایکس با تاکید بر کشته شدن این نوجوان نوشته بود اینجا به مرگ طبیعی در گذشتن انسان‌ها مدت هاست غیر طبیعی شده است. به گفته حسین رونقی دادیار پرونده جدید به او گفته است که آرمیتا گراوند خودش زمین خورده و این نوشته شما مصداق نشر اکاذیب به قصد تشویش از خانه عمومی در شرایط خاص کنونی کشور است. او نیز به دادیار پاسخ داده که بر اساس همان فیلم‌های ناقص و شواهد موجود که افراد و متخصصان مختلف بررسی دقیقی کرده‌اند، آرمیتا زمین نخورده بلکه کسی یا کسانی او را هل داده‌اند و معنای این نوع مردن مرگ طبیعی نیست بلکه کشته شدن است. انتشار بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور درباره حجاب‌بان‌ها در روزنامه اعتماد و تشکیل پرونده قضایی برای این روزنامه واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته است. در بخش از این سند آمده که وزیر کشور خواستار برخورد با شهروندان بی‌اعتنا به حجاب اجباری و تصویربرداری از آنها شده است. روزنامه اعتماد روز شنبه تصویری از یک بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور درباره حجاب‌بان‌ها منتشر کرده که نشان می‌دهد حضور این نیروها به درخواست خود وزارت کشور بوده است. بعد از انتشار این بخشنامه، خبرگزاری میزان و بسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دادستانی تهران به دلیل انتشار غیرقانونی سند محرمانه علیه این روزنامه اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل شد. وزارت کشور جمهوری اسلامی تا کنون به انتشار این سند واکنشی نشان نداده است. در بخشنامه وزارت کشور که به تاریخ 9 خرداد ماه منتشر شده، خطاب به برخی دستگاه‌های جمهوری اسلامی از جمله شهرداری تهران و شرکت مترو پایتخت آمده که ورود افراد در وضعیت کشف حجاب به اماکن تحت اشراف دولت منوط به رعایت پوشش قانونی بوده است. این بخشنامه می‌افزاید در مراکزی چون ایستگاه‌های مترو باید از ورود مردها به واگن زنها جلوگیری شود و عکس برداری در همه بخش‌های مترو و داخل واگن‌ها و تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری انجام شود. روزنامه اعتماد نوشت به نظر می‌رسد که زمینه قانونی فعالیت‌های حجاب‌بان‌ها در مترو و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و عمومی مبتنی بر بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است. پروانه معصومی، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون ایران، روز دوشنبه ششم آذر ماه در سن 78 سالگی در یکی از بیمارستان‌های رشت درگذشت. سکینه کبوتر آهنگی که بعدها نام هنری پروانه معصومی را برای خود برگزید، 11 اسفند ماه سال 1323 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. او دانش آموخته دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه ملی ایران بود و نخستین بار در سال 1350 در فیلم بیتا نقش آفرینی کرد و یک سال بعد در فیلم رگبار بهرام بیضایی به عنوان نقش اول بازیگر زن درخشید. در گذشته پروانه معصومی که در سالهای گذشته از حکومت جمهوری اسلامی حمایت کرد، واکنش هایی را در رسانه های اجتماعی برانگیخته است. برخی کاربران تصاویر بی‌حجاب این بازیگر پیشکسوت سینما را در کنار عکس های او در مراسم های حکومتی منتشر کردند. برندگان ارجمند، در این لحظه توجه شما را به پایم های بازرگانی جلب می کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99، معتبر، برا.
شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه‌های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. احبه، چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. تنها یک روز بعد از اعلام خبر کشته شدن فاروق علیزاده، کولبر 17 ساله اهل سردشت، یک کولبر دیگر هم هدف گلوله نظامیان جمهوری اسلامی قرار گرفت و جان خود را از دست داد. سازمان حقوق بشری هنگاه هویت این کولبر را یاور ویسی اهل شهر سلات باباجانی از توابع استان کرمانشاه اعلام و گزارش کرده که او شامگاه یک شنبه 5 آذر ماه هدف تیراندازی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، یاور بیسی از فاصله نزدیک و با شلیک اسلحه جنگی کلاشینکوف توسط نیروهای هنگ مرزی نوسود از ناحیه پشت مورد هدف قرار گرفته و بعد از انتقال به بهداری نوسود بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است. در خبری کوتاه، دانیال مقدم خواننده در استوری اینستاگرام خبر داد که بعد از انتشار قطعه موسیقی هوری به همراه سحر زکریا و سبا کمالی، بازیگران سینما و تلویزیون به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. این آهنگ به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان و برای حمایت از زنان ایرانی منتشر شده بود. کامران رحیمیان، یکی از پسران آفاق خسروی زند که چهارشنبه 1 آذر ماه درگذشت، در یک پست اینستاگرامی خبر داده که پیکر مادر خود را
برای تحقیقات به دانشجویان پزشکی اهدا می‌کنند. به گزارش فعالان حقوق بهائیان، حکومت ایران به خانواده رحیمیان اجازه دفن مادرشان آفاق خسروی زند را در آرامگاه بهائیان تهران ندادند و آنها را مجبور به دفن مادر خود در محوطه گورهای دست جمعی خاوران کردند و برای همین کامران و کیوان رحیمیان تصمیم گرفتند که پیکر مادر خود را برای تحقیقات پزشکی اهدا کنند. مقامات آمریکایی یکشنبه شب گفتند که یک ناو نیروی دریایی آمریکا به تماس درخواست کمک یک نفتکش تجاری در خلیج عدن که توسط افراد مسلح توقیف شده بود پاسخ داد و کشتی اکنون سالم است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این نفتکش که محموله ای از اسید فسفوریک را حمل می‌کرد، توسط شرکت کشتیرانی با عنوان سنترال پارک شناسایی شد. مقامات حمله کنندگان را شناسایی نکردند. ارتش ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد که ناو USS میسن با کمک کشتی‌های متحدین خواستار آزادسازی کشتی تجاری توسط مهاجمان شد. 5 فرد مسلح سعی کردند با یک قایق تندرو فرار کنند، اما توسط کشتی جنگی آمریکا تعقیب و در نهایت تسلیم شدند. این بیانیه همچنین می‌افزاید که 2 فروند موشک بالستیک از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن به سمت ناو میسن و نفتکش سنترال پارک شلیک شد، اما در حدود 10 مایل دریایی دورتر از آنها فرود آمد و خسارات یا تلفات جانی نداشت. این حادثه آخرین مورد از یک سری حملات در آبهای خاورمیانه از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی حماس از 7 اکتبر است. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایچر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288.
خبرها را دنبال می‌کنیم. ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی، مالک رسانه اجتماعی ایکس، دوشنبه با اسحاق هرزوگ رئیس جمهوری اسرائیل در اسرائیل دیدار خواهد کرد و همچنین نشستی با خانواده زندانیان دربند حماس خواهد داشت. دفتر هرزوگ این نشست را از یکشنبه اعلام کرد و گفت که رئیس جمهوری در این نشست بر لزوم مبارزه با افزایش یهودی ستیزی در فضای مجازی تاکید خواهد کرد. کانال 12 تلویزیون اسرائیل پیشتر از دیدار ماسک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گزارش داده بود. دفتر نتانیاهو تا کنون در این مورد اظهار نظری نکرده است. این در حالی است که گروه‌های حقوق بشر ماسک را به یهود ستیزی در شبکه اجتماعی ایکس متهم می‌کنند. کریستوفر لاکسون نخست وزیر جدید نیوزلند میگوید دولت محافظه‌کار او اقدامات دولت پیشین در خصوص ممنوعیت سیگار کشیدن را کنار می‌گذارد. این اقدام در واقع تلاش‌های جاسیندا آدرن نخست وزیر پیشین این کشور را که قصد داشت سیگار کشیدن را در این کشور ممنوع کند برباد می‌دهد. بر اساس طرح دولت او فروش سیگار به افرادی که بعد از سال 2008 متولد شده اند ممنوع می شد. با این حال دولت جدید و محافظه‌کار این کشور می گوید این قانون را پیش از اجرایی شدن لغو خواهد کرد. لوکسون هرچند دلیل آن را نگرانی از شکوفایی بازار سیاه دخانیات عنوان کرده، اما در این حال پذیرفت که درآمد مالیاتی حاصل از فروش مداوم سیگار درآمد خوبی را برای دولت ایجاد می کند. او هرچند مدعی شده که انگیزه اصلی از این تصمیم درآمدها نیست، اما فعالان حوزه سلامت با انتقاد از این تصمیم دولت جدید آن را یک پیروزی بزرگ برای صنعت دخانیات نامیدند، در حالی که تعداد بزرگ سالانی که در نیوزیلند سیگار میکشند در حال حاضر نسبتاً کم و تنها 8% است. دولت قبلی آینده ای را متصور بود که در آن کشور کاملاً آری از سیگار باشد. بینندگان عجمن، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای سپهر. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم. شایانی، اولین وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در جامعه ایرانی. پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20,000 پرونده تصادفات. دریافت کننده صدها میلیون دلار خسارت، رکورد 99% موفقیت، بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی و 50 وکیل و کادر فنی کار کشته از جمله امتیازات دست نیافتنی برای دیگر رقبا هستند. انتخاب ما انتخاب بزرگترین، با تجربه ترین و قدرتمندترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی است. دفاتر ما در لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو، ساکرامنتو و سان هوزه. تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818 777